ما در بین ائمه چهار امام داریم که نام مبارکشون علی است و همه اونها کنیه مبارکشون ابوالحسن است. و آیه شریفه در سوره توبه، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، یعنی به درستی که تعداد ماها 12 ماه است در نزد حضرت حق، در کتاب حضرت حق. یوم خلق السماوات والارض، این ترتیب 12 ماه از زمان آفرینش آسمان ها و زمین ترتیب داده شد. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 ماه از این ماهای 12 گانه ماه حرام الهی است. میدونید ماهای حرام 3 ماهش پشت سر همه، ذی‌قعده الحرام، ذی‌حجه الحرام، محرم الحرام، یه ماهش هم تک و جدا مونده، لذا میگن بهش رجب الفرد، یعنی رجبی که تک مانده از آن ماهای حرام دیگر که ماه رجبه. خصوصیاتی داره این ماها، بد نیست از نظر فقهی هم یه حکمی رو اینجا بگم. آیون هر کس در سایر ماها خدای ناخواسته قتل نفسی کند، یک دیه کامله، ولی در این ماهای حرام من جمله ماه رجب اگر کسی قتل نفسی کرد، یک دیه و ثلث دیه، اون یک سوم مازاد که تقلیز در دیه میشه به اصطلاح فقهی، برای اینکه حرمت این ماه حرام چرا شکسته. در ماه حرام الهی هر ثوابی که شما بکنید دو مقابل پاداش میدن به شما، و هر گناهی که خدای ناخواسته کسی مرتکب بشه دو مقابل کیفر میدن. چرا؟ به خاطری که حرمت این ماه شکسته است. دیگه از خصوصیات این ماهای حرام چیه؟ اینه که اینها شهود بر اعمالن، مثل یه انسان زیشعور قیام قیامت میان گواهی میدن اعمال ما را از زشت و زیبا. دیگه از خصوصیات این ماهای حرام چیست؟ از خصوصیات ماهای حرام این است که در این ماها جنگ و قتال با کفار حرام است، و لذا در میان جاهلیت حتی به این 4 ماه اهمیت می دادن. اگر جنگ بود این 4 ماه آتش بس اعلام می کردن، احترام می زشتن. لذا سامن الحجج امام هشتم از همین معنا ناراحتن که می فرماین جاهلیت ماه محرم و پاس می داشت، اما کسانی که گفتن ما امت این پیغمبریم حرمت این ماه را شکستند و اهل بیت پیامبر رو به خاک و خون کشیدند. خب 4 امام و 12 ماه، 4 ماه حرام. امام باقر، آقا بفرمایید تأویل آیه چیست؟ این که تنزیل و ظاهرش بود. حضرت میفرمایند باطن این آیه 12 امامند و اون 4 ماه حرام اون 4 امامی است که نام مبارکشون علی است. چرا؟ به خاطر این که علی یونشتق من العلی، چون نام علی از نام علی پروردگار اشتقاق یافته است، به خاطر این حرمتی بر بقیه ائمه دارن. پس باطن ماهای حرام اون 4 امامی هستند که نامشون علی است و همشون ابوالحسنن. اول ابوالحسن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. دوم ابوالحسن علی ابن الحسین سلام الله علیهما. سوم ابوالحسن علی ابن موسی الرضا. و چهارم ابوالحسن علی ابن محمد الهادی. این 4 امام نامشون علی است و کنیشون ابوالحسن است.